سرخط خبرها، وحشت اسرائیل، حکومت ما مجدداً در معرض نابودی است. یک قدم تا جنگ منطقه‌ای فاصله داریم. آمریکا، حمله ایران بزرگتر و پیچیده‌تر از وعده صادق است. حمله مشترک ایران و حزب الله به اسرائیل. تعرض به خاک ایران بی پاسخ نمی‌ماند. و حمله تمام عیار ایران به اسرائیل فردا دوشنبه صورت خواهد گرفت. سلام دوستان عزیز، خیلی خوش آمدید به سرویس خبری این ساعت. برای آگاهی از تازه‌ترین اخبار جهان کانال رو سابسکرایب کنید. وحشت اسرائیل، حکومت ما مجدداً در معرض نابودی است. یک قدم تا جنگ منطقه‌ای فاصله داریم. ژنرال سابق ارتش اسرائیل با اشاره به تحولات اخیر منطقه گفت در صورت ورود به جنگ برای سومین بار حکومت یهودیان در فلسطین نابود خواهد شد. اسحاق بریک، ژنرال سابق ارتش اسرائیل، در رابطه با تحولات اخیر منطقه و احتمال تشدید تنش‌ها گفت مردم ما مردمانی هستند که عبرت نمی‌گیرند و منتظر شرایطی هستند که دیگر نمی‌توان از آن خارج شد. در جامعه ما اکثر مفسران نظامی در استودیوها به تحلیل آنچه اکنون در حال رخ دادن است می‌پردازند بدون اینکه هیچ درک درستی از آینده داشته باشند. در زمان نوشتن این سطور نمی‌دانم واکنش حزب الله به کشته شدن فؤاد شکر شماره 2 این سازمان و دست راست سید حسن نصرالله و واکنش ایران به ترور اسماعیل هنیه در خانه اش در خاک ایران چه خواهد بود. با تمام این اوصاف برای من بدون هیچ تردیدی مشخص است که وضعیت ما به شکل تصاعدی در حال بدتر شدن است. مردم اسرائیل هیچ درسی از نابودی حکومت اول یهود، نابودی حکومت دوم یهود، شورش بارکوخبا که در آن صدها هزار یهودی سلاخی شدند و مردم ما 2000 سال از این سرزمین تبعید شدند نگرفتند. ما نه از هولوکاست و نه از جدیترین شکست پس از آن از زمان تأسیس اسرائیل هیچ درسی نگرفته ایم. اکنون اسرائیلی‌ها دیوانه‌وار به سمت نابودی حکومت سوم می‌دوند. کسانی که این وضعیت وحشتناک آشوب‌بار را رهبری می‌کنند، سه جنگ طلب هستند: بنیامین نتانیاهو، یوآف گالانت و هرتزی هالیوی و وابسته‌های آنها در سطح سیاسی، ایدئولوژیک و نظامی. همان گروه ایدئولوژیک که شکست وحشتناکی را در نوار غزه بر سر ما آورد و بعداً تقریباً ما را به سمت یک جنگ منطقه‌ای کشاند که ممکن بود شروع شود و اسرائیل را ویران کند. اگر پیشنهاد آن دو، یعنی گالانت و هالیوی، پذیرفته می‌شد که همزمان با حمله به حماس با تمام قدرت به حزب الله حمله کنیم، یک جنگ منطقه‌ای چند جبهه‌ای به سراغ ما می‌آمد. اما جنگ طلب‌ها آتش جنگی را که تمام نقاط اسرائیل را می‌سوزاند متوقف نکردند. ترور ژنرال محمد رضا زاهدی در کنسولگری ایران در دمشق و کشته شدن 12 تن از اشخاص ارشد ایران باعث شد که ایران به اسرائیل حمله مستقیم کند. خوشبختانه بعد از این حمله به طور معجزه آسایی جنگ همه جانبه منطقه‌ای و یا جنگ جهانی شکل نگرفت. این اقدام نه تنها وضعیت اسرائیل را در جنگ بهبود نداد، بلکه برعکس در نتیجه آن سیاست ایران را از این سو به سوی دیگر تغییر داد. این روزها شاهد عمل شیطانی دیگری از سوی سه جنگ طلب، ترور شماره 2 حزب الله در قلب بیروت و حذف اسماعیل هنیه در خاک ایران هستیم. در واقع ترور آنها هیچ فایده‌ای در جهت بهبود وضعیت اسرائیل در جنگ ندارد، بلکه نتیجه آن برعکس است. با وجود این، سه جنگ طلب به جای تلاش برای خاموش کردن آتش، به برافروختن یک آتش بزرگ دیگر پرداختند. ما فقط یک قدم با شروع یک جنگ منطقه‌ای چند عرصه‌ای فاصله داریم که در آن اسرائیل شانسی برای پیروزی ندارد، بلکه ضربه مهلکی دریافت می‌کند که می‌تواند منجر به نابودی سومین حکومت یهودیان در این سرزمین شود. آمریکا، حمله ایران بزرگتر و پیچیده‌تر از وعده صادق است. حمله مشترک ایران و حزب الله به اسرائیل. شبکه آمریکایی CNN به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش کرد که پاسخ ایران به ترور اسماعیل هنیه احتمالاً بزرگتر و پیچیده‌تر از وعده صادق خواهد بود. در پی اقدام تروریستی اسرائیل در به شهادت رساندن رهبر ارشد حماس اسماعیل هنیه، مقام‌های آمریکایی در گفتگو با شبکه CNN پیش‌بینی کردند که حمله انتقام جویانه ایران ظرف روزهای آینده انجام می‌گیرد. طبق این گزارش، مقام‌های آمریکایی برآورد کردند که احتمالاً حمله جمهوری اسلامی ایران مشابه حملات
موشک‌های بالستیک و پهپادی ایران در ماه آوریل که در پاسخ به حمله ساختمان کنسولی ایران در دمشق صورت گرفته باشد، اما احتمالاً از آن بزرگتر و پیچیده‌تر باشد و در هماهنگی با نیروهای مقاومت منطقه صورت بگیرد. دبیر کل حزب الله سید حسن نصرالله در پی اقدام تروریستی اسرائیل در به شهادت رساندن فرمانده حزب الله فؤاد شکر و رهبر ارشد حماس اسماعیل هنیه اشاره کرد که احتمالاً یک حمله هماهنگ علیه اسرائیل در جریان باشد. وی در سخنرانی پنجشنبه هفته گذشته خود تصریح کرد از آنجایی که آنها با همه وارد دعوا شدند نمی‌دانند که پاسخ از کجا خواهد بود، ممکن است این پاسخ جداگانه یا هماهنگ باشد. تعرض به خاک ایران بی پاسخ نمی‌ماند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی امروز مجلس اظهار کرد طعم شیرین جشن مردم سالاری دینی که در مراسم تحلیف رئیس جمهور شریف ما آشکار شد با شهادت فرماندهان عملیاتی و سیاسی محور مقاومت از شیرینی به تلخی برگشت، به ویژه که یکی از این شهیدان یعنی شهید اسماعیل هنیه مهمان عزیز ما بود و در خانه ما به شهادت رسید. وی ادامه داد هرچند ما هیچ شکی نداریم که با پاسخ قاطع و هوشمندانه جمهوری اسلامی دل مردم ایران و نیروهای مقاومت و آزادی خواهان جهان را دوباره شیرین خواهیم کرد، به گونه ای که این رژیم به ویژه کشور حامی آن یعنی آمریکا از اقدامات خود پشیمان و مجبور به بازنگری محاسباتی خواهد شد تا دوباره خطاهایی زیانبار برای امنیت خود و صلح منطقه انجام ندهد. و حمله تمام عیار ایران به اسرائیل فردا دوشنبه صورت خواهد گرفت. منابع با اکسیوس گفتند که حمله تلافی جویانه ایران به اراضی اشغالی پس از ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس انتظار می‌رود در روز دوشنبه رخ دهد. مایکل کوریلا ژنرال ارتش ایالات متحده و رئیس فرماندهی مرکزی شامگاه شنبه در حالی وارد خاورمیانه شد که آمادگی‌ها برای حمله احتمالی ایران به اسرائیل در حال انجام است، زیرا تنش‌ها در منطقه به دنبال شهادت فؤاد شکر فرمانده ارشد حزب الله و همچنین افزایش تنش‌ها در منطقه به دلیل ترور اسماعیل هنیه ادامه دارد. مقامات آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود به اکسیوس گفتند که آنها پیش بینی می‌کنند پاسخ ایران به طور بالقوه بزرگتر از حمله 13 آوریل باشد که در پاسخ به شهادت محمد رضا زاهدی فرمانده ارشد سپاه قدس ایران انجام شد. پنتاگون اعلام کرد که واشنگتن در حال افزایش حضور نظامی خود در خاورمیانه به دلیل تشدید نگرانی‌ها در مورد انتقام احتمالی تهران برای حملات هفته گذشته اسرائیل است. در همین حال جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ابراز امیدواری کرد که ایران از حمله انتقام جویانه به اراضی اشغالی اسرائیل در واکنش به ترور هنیه در تهران خودداری کرد. بایدن در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا ایران از انتقام ترور هنیه منصرف می شود گفت امیدوارم، من نمی دانم. در همین حال مقامات ارشد ایالات متحده و اسرائیل اشاره کردند که انتظار دارند ایران در واکنش به شهادت فؤاد شکر و اسماعیل هنیه حمله تلافی جویانه ای را به اسرائیل انجام دهد.